امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت با ما هستن. خوش آمدین آقای معماریان. افزایش توانایی‌های تهاجمی اسرائیل به منزله افزایش احتمال حمله نظامی این کشور به سایت‌های هسته‌ای ایران هستش و اینکه این تهدید نظامی علیه ایران تا چه حد جدیه؟ به حال تهدیدهای نظامی، مانورهای نظامی، اینها معمولا میتونه که یک نیروی بازدارنده باشه و به حال به طرف مقابل نشون بده که ما جدی هستیم و شما مواظب تحرک خودتون باشید. ولی اون چیزی که داره اسرائیل انجام میده به نظر من تهدید بسیار جدی هست. از نظر تکنولوژی اسرائیل در طی ماه‌های گذشته، طی سال‌های گذشته پیشرفت‌های بسیار زیادی داشته. خرید هواپیماهای F-35 و به هر حال هواپیمایی که خیلی پیشرفته‌ترین هواپیمای جهان هستن، در اختیار داشتن هواپیمای F-22، F-16 و مانورهای بسیار پیشرفته که در طی ماه‌های گذشته انجام دادن که در طی اون تونستن در واقع این فاصله 1200 مایلی بین ایران و اسرائیل رو که حدود 1800 کیلومتر میشه رو بدون اینکه نیاز باشه که در صورت هوایی سوخیر کنن رو طی بکنن و نشون بدن که در پروازهایی که اگر قاشت قرار داشته باشن به ایران میتونن مستقیم وارد خاک ایران بشن و هدفهای مورد نظر بزنن. اینا نشون دهنده این هستش که اسرائیل مسئله رو جدی میگیره و از یک جهت به هر حال این توانایی خودش نشون میده، از این طرف دیگه به افکار عمومی رو یه جور آماده میکنه به خاطر اینکه ایران پیشرفت‌های اتمیش به هر حال همچنان ادامه داره و در هیچ قالبی از جمله در از طریق مذاکرات مهار نشده، این خطر وجود داره و اسرائیل بهش فکر میکنه. از این جهت به نظر سیاسی هم که شما میبینید که در طی بهار سالهای گذشته تونسته که ائتلافهای منطقه‌ای رو تشکیل بده و در سوریه و جاهای دیگه هم که ما دیدیم که منافع ایران رو هدف قرار داده. برای از هر جهت که نگاه بکنیم میبینیم که در طی ماهای گذشته اسرائیل این حلقه رو بر ایران تنگ کرده و از این جهت از نظر حمله نظامی هم داره این موضوع رو در واقع در رسانه‌ها جا میندازه، در افکار عمومی جا میندازه که برها برای این مسئله رو آماده میشه. آقای معماریان، ایران به وضوح برتری جمعیتی داره نسبت به اسرائیل، اما تکنولوژی جنگی اسرائیل قابل مقایسه با ایران نیستش. با توجه به مجموعه عوامل در صورت درگیری، به نظر شما کدوم سمت قوی تر میدان هستند؟ ببینید، به هر حال سناریوهای مختلفی رو در خصوص این مسئله معمولا در نظر گرفتن. در طی بحث این تهدید هستی هستش که در طی دو دهه گذشته وجود داشته و سناریوهای مختلف براش وجود داره. همونطور که شما گفتیم مسئله تکنولوژی، که برتری تکنولوژی اسرائیل مسئله بسیار مهمی است از نظر نظامی. اسرائیل از نظر سایبری به حال یک دست بالایی بسیار گسری داره و از نظر نفوذ در مناطق مختلف ایران، در نهادهای مختلف ایران هم ما دیدیم که نفوذ قابل توجهی داره. برای از جهات مختلف اسرائیل برتری زیادی داره، به علاوه این که برخلاف ایران اسرائیل این توانایی رو داره که به صورت مستقیم در واقع حمله بکنه و نیازمندی نباشه که از کشورهای همسایه خودش استفاده بکنه برای مثلا سوخیری یا مثلا از پرواز از اون خاک اون کشور رو. از این جهت به هر حال خیلی مزیت بزرگی هست. اون امتیازی رو که به هر حال برای غافلگیری هست اسرائیل داره و اینکه پاسخ متقابل ایران چه خواهد بود یا پاسخ متقابل متوجه اسرائیل خواهد شد، به هر حال از این جهت ایران در موقعیت ضعف قرار داره. علاوه اینکه به هر حال اگر که چنین اتفاقی بیفته اسرائیل متحدان جدی داره از جمله آمریکا و متحدین در منطقه داره که از این جهت بازم دست ایران در این زمینه کوتاه خواهد بود.